سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال مستر ریپورتر. وقتتون بخیر. من میسیز ریپورتر هستم و خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتونم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما رو همراهی میکنید. در این برنامه نویسندگان معروفی رو بهتون معرفی میکنیم که بیماری روانی داشتند. پس تا پایان برنامه مستر ریپورتر رو همراهی کنید. تعدادی از نویسنده‌های مشهور در طول تاریخ با بیماری‌های روحی و روانی دست و پنجه نرم کردند. توانایی لمس عواطف و احساسات عمیق برای نویسندگان در طول تاریخ هم یک موهبت بوده است، هم یک نفرین. آنها از نوشتن و نویسندگی برای بیان احساسات خود استفاده می‌کردند. همین دلیلی است که امروزه نیز کلام آنها ذهن و قلب خوانندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در اینجا با 7 نویسنده مشهور آشنا خواهید شد که بیماری‌های روحی و روانی داشتند. 1. ارنست همینگوی. ارنست همینگوی رمان نویس مشهور و نویسنده کتاب‌های پرفروشی مثل خورشید همچنان می‌دمد و ناقوس عزا در سوگی که می‌زند می‌باشد. او در سال 1954 یک جایزه نوبل در زمینه ادبیات گرفت. همینگوی با اعتیاد به مشروبات الکلی و اختلال دو قطبی یعنی افسردگی و شیدایی دست و پنجه نرم می‌کرد. پدر، خواهر و برادرش همگی دست به خودکشی زده بودند. به همین دلیل افسردگی او رو به بدتر شدن رفت تا اینکه خودکشی کرد. یک دهه پس از مرگ او در سال 1996 نوه او نیز مرتکب به خودکشی شد. 2. چارلز بوکوفسکی. چارلز بوکوفسکی یک شاعر و نویسنده بود که در مورد سختی‌های زندگی و اهمیت آن که خودتان باقی بمانید می‌نوشت. او دوران کودکی سختی داشت و از اختلال دو قطبی رنج می‌برد. او دردهای احساسی خود را به نوشته‌هایش منتقل کرد و با افشای تجربه‌هایش از مشکلات روحیش همدردی خوانندگان را به دست می‌آورد. توانایی او در بین تضاد درونیش از دلایلی است که او را به یک نویسنده محبوب تبدیل کرده است. 3. ویرجینیا وولف. ویرجینیا وولف نویسنده انگلیسی بود که رمان‌های زیادی مثل خانم دالووی را نوشته است. او مقاله‌هایی را در مورد تئوری هنر، سیاست و ناعدالتی در مورد زنان نوشته است. روی کرده او در نوشتن تأثیر قابل توجهی در ادبیات گذاشت. اما وولف نیز با اختلال روانی افسردگی شیدایی درگیر بود که در سن 13 سالگی و مرگ مادرش آغاز شد. او به خودش به چشم یک بازنده نگاه می‌کرد و نهایتاً پس از یک دوره طولانی درگیری با اختلال دو قطبی در سال 1941 خودکشی می‌کند. 4. لئو تولستوی. لئو تولستوی رمان نویسی بود که آثاری مثل جنگ و صلح و آنا کارنینا را نوشته است. او در کتاب خاطراتش به نام یک اعتراف در مورد درگیریش با افسردگی و افراد در استفاده از نوشیدنی‌های الکلی می‌گوید. در نامه‌ای که از او پیدا شده بود، مشخص شد که او در برهه‌ای از زمان به خودکشی زیاد فکر می‌کرده است. اما او این کار را نکرد و نهایتاً در سن 82 سالگی به خاطر بیماری زاتوریه درگذشت. 5. سیلویا پلات. سیلویا پلات یکی از برجسته ترین نویسنده های قرن 20 است. او یکی از اولین شاعرانی بود که از ژانر جدیدی به نام شعر اعترافی استفاده کرد. این نوع اثر با تمرکز بر تجربیات و احساسات شخصی، تروما، مرگ و دیوانگی خلق می شدند. او کتاب های موفقی مثل حباب شیشه را در کارنامه خود دارد. پس از دوران تحصیلاتش علائم اختلالات روانی در وی پدیدار شد و پلات برای نخستین بار در سن 19 سالگی تلاش نافرجامی برای خودکشی داشت.
ولات بارها تحت درمان شوک الکتریکی قرار گرفت. اما آسیب روحی او همچنان ادامه داشت. سیلویا پلات در سن 30 سالگی با استفاده از گاز دست به خودکشی می زند. 6. اف اسکات فیتزجرالد. اف اسکات فیتزجرالد نویسنده موفقی بود که رمان‌های کلاسیک معروفی مثل گتسبی بزرگ و مورد عجیب بنجامین باتن را نوشته است. فیتزجرالد از افسردگی جدی رنج می‌برد و به نوشیدنی‌های الکلی اعتیاد داشت. میزان مصرف الکل او با کاهش سلامت فیزیکی وی رابطه مستقیم داشت. همسر او نیز با بیماری روانی دست و پنجه نرم می‌کرد و در سال 1930 مشخص شد که او اسکیزوفرنی دارد. فیتزجرالد در سن 44 سالگی جان خود را از دست می‌دهد. 70 سال پس از مرگ وی از رمان‌های او دو فیلم سینمایی ساخته می‌شود که مورد استقبال بی‌نظیری قرار می‌گیرد. 7. چارلز دیکنز. چارلز دیکنز نویسنده کتاب‌های معروفی چون سرود کریسمس و یکی دیگر از محبوب‌ترین‌ها به نام آرزوهای بزرگ است. او با افسردگی و بیخوابی به زندگی خود ادامه می‌دهد. دیکنز در زمان بیخوابی‌هایش در خیابان‌های انگلیس قدم می‌زد و برای خلق شخصیت‌های رمان‌های خود از موارد مختلف الهام می‌گرفت. او ثروتمند و موفق بود، اما کم‌خوابی و افسردگی مزمن باعث شد که او توانایی نوشتن را از دست بدهد. چارلز دیکنز در سال 1970 بر اثر MS مغزی جان خود را از دست داد. او یکی از تأثیرگذارترین نویسنده‌های تاریخ است و رمان‌های او اکنون هم محبوب می‌باشند. ممنون از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هایی که میذارید به ما انرژی بدید و ما رو همراهی کنید. شاد و پایدار باشید.